رو میشنوید؟ یه صدا داره از کربلا میاد، میگه با من چی کار دارید؟ به کربلای خودتون کار داشته باشید. تشنگی بچه های منو در نظر نگیرید، به تشنگی بچه های خودتون، به بیکسی و بیپناهی و مظلومیت بچه های خودتون، مردم خودتون کار داشته باشید. میشنوید؟ های خامنه‌ای میشنوید؟ محرمه، احتمالاً لبالب از عشقید، گریه، نه؟ لبالب از عشق، گریه برای امام حسین گریه میکنید، نه؟ چقدر کار پسندیده ای؟ منتهای قرار شد بر این که ما هر زمینی رو کربلا ببینیم، هر زمینی رو کربلا و هر ماهی رو محرم و هر روزی رو عاشورا، درسته؟ خب کربلای ایران کجاست؟ محرم ایران کجاست؟ عاشورای ایران کجاست؟ تعجب میکنم، اجازه بدید یه خاطره براتون تعریف کنم. من تو زندان که بودم دقیقا سال پیش همین موقع ها، یه حاج آقایی رو آوردن جوان که از محرم بگه. محرم بود دقیقا همین موقع ها، فکر کنم روز اول دوم سوم محرم بود. آوردن توی حیات، سیستم صوتی گذاشتن، یه 6-7 نفر از بچه های زندانی هم رفتن اونجا برای نماز و بعدم سخنرانی حاج آقا با محوریت رقیه، با محوریت رقیه و سینه زنی، رقیه 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 رقیه، عطشان عطشان عطشان، تشنه تشنه تشنه، بیکس بیکس بیکس. بعد سخنرانی حاج آقا که تمام شد و سینه زنی هم که تمام شد، من توی زندان، تو حیات زندان، تو اون بندی که بودیم، رفتم میکروفون از حاج آقا گرفتم، گفتم حاج آقا اجازه میدید منم صحبت کنم؟ گفت بفرمایید. بنده خدا نمیشناخت، میکروفون گرفتم، گفتم حاج آقا رفت این 6-7 نفر رو بردی 1400 سال پیش سراغ رقیه ای که آقای مطهری میگه اصلا وجود خارجی نداشته، و بعد برای رقیه از این زندانیا عشق گرفتی، درسته؟ رقیه تو 1300 سال پیش مانده، ولی ما اینجا رقیه های فراوان داریم، مگر نه اینکه هر زمینی کربلاس، هر ماهی محرم، هر روز عاشورا. حاج آقا تو همین زندان اوین رقیه های فراوانی بودن، زنان فراوانی بودن، دختران فراوانی بودن که بکارتشون رو برداشتن و فردا اعدامشون کردن. بکارت دختران رو برداشتن و فرداش اعدام کردن و اونها رو داخل کمپرسی ریختن و بردن توی خاوران خالی کردن. به اون روحانی جوان گفتم حاج آقا رقیه اینجاست، برای اینا سینه زنی بکن. خب الان روزهای تشنگی ایرانه، تشنگی از نظر هر عارضه‌ای که شما بخواید تصور بکنید، آب یکی از اونهاست. شما برای تشنگی و بی آبی کربلاییان بر سینه و سر میزنید، اشک میریزید. الان خوزستان تشنه است، تشنگی رو فقط و فقط در آب نبینید. آقای خامنه‌ای، مردم ایران تشنن، تشنه یک ذره احترام، تشنه کار، معیشت، رفاه، آبادانی، قانونگرایی که اصلا در قاموس متاسفم این حاکمیت حضور نداره. ببینید دیروز پریروز آقای رئیسی رو رئیس جمهور کردید، آب از آب تکون نخورد، مردم هیچ شوقی نداشتن، مثلا هیچ، انگار که مثلا یکی آمده یکی رفته، مگسی آمده رفته، آقای روحانی رفت، بعد رئیسی رو شما رئیس جمهورانی دید، یعنی ایشون رو دکترانی دید و بعد اون رئیس جمهور کردید بدون اینکه مردم در اون نقش داشته باشن. 42% از رای دهندگان به شما رای ندادن، به رئیسی رای ندادن، و شما بی اعتنا به نظر مردم چه کار کردید؟ رئیسی رو رئیس جمهور کردید. اینجا کجا؟ اینجا کجا؟ که من براش سینه بزنم. حسین مظلوم عطشان. اینجا یک کارخانه است، کارخانه‌ای که هیچی ازش نمونده و اون چیزی هم که بوده دزدا بردن، یک ورشکستگی بزرگ. این کارخانه، بیایید آقای خامنه‌ای تشریف بیاریم. نگاه کنید
که ادامه کارخانه است. هیچی ازش نمونده. این تمثیلی از ایران غارت شده است، تمثیلی از مردم ورشکسته و تحقیر شده است. همه شما میگم آقای خامنه‌ای، ولی شما به ما میگید فتنه‌گر، به ما میگید جاسوس، به ما میگید کسی که امنیت ملی رو بر نمیتابه. به خدا قسم ما دلمون برای این سرزمین بیشتر از شما و دوستانتون میسوزه. ما برای این سرزمین آبرو میخواییم، ولی آبرو این نمانده. اجازه بدید یکی از ورشکستگان اینجا رو نشون بدم، صاحب این کارخانه که هیچی ازش نمونده. نگاه کنید تمام داراییش غارت شده. جناب آقای مهندس اشجاری، مهندس اشجاری صاحب این کارخانه است و الان در متن ورشکستگی در یک اندوه بزرگ فرو رفته. مهندس اشجاری با هر فراز و فرود اینجا رو پر از رفت و آمد کرده بود. تکنیسیان ها، مهندس ها، چند تا مهندس داشتید؟ چند تا تراشگاه داشتید اینجا آقای اشجاری؟ پنجاه نفر اینجا کار میکردن. الان پرنده پرنده میزنه. نگاه کنید، الان من یادم قبلا آمده بودم اینجا، دستگاه تراش داشتید، دستگاه پرس داشتید. هیچی نیست. آیا این آینده سرزمین ماست؟ تمثیلی از آینده سرزمین ماست، همون زمین سوخته‌ای که برخی از دوستان شما میگفتن که اگر قرار باشه ما بریم از ایران یک زمین سوخته باقی میگذاریم. اینم زمین سوخته. پس اجازه بدید ما هم حسین بکنیم دیگه. حسین! ولی من میگم بگیم ایران! مظلوم! مردم! خرد! آبادانی! آزادی، تحقیر شدن مردم. باور کنید مردم تحقیر شدن. مردم ایران در متن تحقیر شدگی امروز رو به فردا بدل می کنن. شما مردم ایران رو تحقیر کردید و من همین صحبت ها رو دوستان با شما در میان گذاشتم تا بدانید تمثیل ایران همین. این تمثیلی از ایران. نگاه کنید این دستگاه ها یه روزی فعال می‌کنند. تا برید به تمام شهرک‌های صنعتی، همه‌شون افسردن، همه‌شون مردن. این بود اون چشم‌اندازی که به مردم نشون می‌دادید. اجازه بدید من به نمایندگی از شما در برابر صنعتگران، در برابر تولید کنندگان، در برابر کارآفرینانی که فرو کوفته شدن، ورشکسته شدن، سر به تعظیم و از سر شرم فرود بیارم. بزرگوارید جناب، شرمنده شما. من اگه اجازه بدین که چند یک دقیقه من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. الانم به شما عرض کردم اولین سازنده ابزار خانکش بودم در این مملکت. از سال 76 شروع کردم اینجا. سال 78 من از وزارت صنایع که اون زمان یه حمایت غیر تعرفه‌ای داشتن در سیستمشون، رفتم جلو واردات این ابزار رو گرفتم که ما داریم می‌سازیم. میگن فروختیم. نه اینکه الان تازه شروع به تحقیق کنم، تحقیقمو کردم، ساختم، فروختم. اینم فاکتورامه، اینم مشتریامه. خب اومدم بررسی کردن، صحبت رفت آمد، اینا واقعت کردن و جلو واردات گرفته شد. من از این حمایت غیر تربیه یک سال بیشتر نتونستم استفاده کنم، برای اینکه همون زمان آقای خاتمی که رئیس جمهور بود و آقای جهانگیری که وزیر صنایع بود دفعتا واردات آزاد کردن. من دستم مون تو همه و ورشکستگی شما و همون شروع زمان شد. شروع شد. حالا من میگم که وزارت صنایع، من که از شما گواهی فعالیت صنعتی دارم، من که پیش شما پرونده دارم، شما با ترفه، با حمایت غیر ترفه موافقت کردیم، پس یه پرونده یه 4 تا دفتر دستک باید اونجا باشه دیگه. الان 22 سال از اون زمان گذشته، یک نفر از وزارت صنایع که متولی صنعت مملکته، آیا یه زنگ به من بزنن؟ زده بودن که اشجاری تو کجایی؟ مردی؟ زنده ای؟ پس چرا تولید نمی کنی؟ پس چرا خبری ازت نیست؟
البته شما تنها نیستید، این یه عارضه مملکتی است. تمام شهرک‌های صنعتی رو که من توی سفرهای مختلف رفتم در یک افسردگی بزرگ به سر میبرن. آیه اشجاری عزیز، شما یکی از ورشکستگان هستید، یکی از اونایی هستید که به خاک سیاه نشستید. آیه مهندس اشجاری خانه از خود نداره، مستأجره و شرمنده فرزندانش، همسرش. این آیا نشانه ای از شرمندگی بزرگ ما در برابر آرزوهای مردم نیست که یک روزی دوست داشتن از این هندوانه دربسته جمهوری اسلامی چیزی به در بیاد که اون آرزوهای برزمین مانده مردم ایران رو برآوره و اونها رو به افقهای روشن نوید بده؟ درود بر شما، خوش باشید.